با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این 12 روز از 3 ماه در 15 سال از 3 هزاره خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس داریم از اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه به ما یاری میرسن. من امروز خیلی خوشحالم برای اینکه دو تا اتفاق افتاده. اولا در مورد آقای منفرزاده به عرض برسونم که اکنون با آقای منفرزاده صحبت کردم و ایشون به سلامت به منزل رسیدن و به من گفتن که فردا هم عازم به سفر آلمان هستن تا بهار هفته آینده که پنجشنبه باشد بتونیم در کنار آقای منفرزاده باشیم. دوره مطلب دوم اینه که بالاخره ما فردا وارد 7 سال تلویزیون میهن میشیم و این هیچ نیست الا همت و همراهی شما مخاطبین نازنین. میدانم که شما بیشتر از من مشتاقید که صحبتهای دوست بسیار عزیز و در حقیقت میهنیارمون آقای کوروش عرفانی رو بشنوید و تلفن ها، ایمیل ها همه حاکی از آن است که آقای عرفانی علاقمندان زیادی دارن و یکی دوتا از دوستان هی به هم گفتن که آقای عرفانی را دریابید. گفتیم آقا ما در خدمت آقای عرفانی همیشه بودیم و هستیم ولی امیدواریم که شما در حقیقت آقای عرفانی رو دریابید. ما که کاری از دستمون بر نمیاد جز همین مقدار. اما از این مقولات و حواشی که بگذریم، همونطوری که به عرضت رسوندم دو سه تا سوال اساسی است. یکی موضوع این که گفتم این سوال را حتما در حضور آقای عرفانی مطرح خواهم کرد که این که با توجه به شرایطی که وجود دارد و دیروزم راجع بهش قدری حرف زدیم که من این راه اوباما را راه درستی میدونم، که یه دوستی بعدن به من خیلی درست ایراد گرفت و گفتش کلمه درستترین که مطلقه، چرا خودت از این کلمه استفاده کردی؟ گفتم اشتباه کردم، حتما تصحیح خواهم کرد. من فکرم بیانم این بود که این کار اوباما کار درستی است و راه درستیه، البته که مطابق میل و اونجوری که من دلم میخواد نیست و یا شما دلت میخواد نیست، ولی راه درستیه. بالاخره این نظام رو به زانو در آورده و این رو به تسلیم کشونده. راه دیگر اون راه خونینه، راه سیاهه، راه ظلمته و اون راه اصلا راه درستی نیست که دهی از دوستان اون رو تقریباً ترویج میکنه. من اصلا با اون راه موافقتی ندارم. بعد مطلب به اینجا رسیدش که توی این شرایط یه چیزی که اون وسط گمه است، یعنی گفتیم که شرایط رو اگر نگاه بکنیم میتونیم یه نمونه هایی پیدا بکنیم که این یه این همانی داشته باشه، مثلا با سالهای 1975 و 6 و 7 و 8 علی خصوص 1977 و 78، شرایطی که بعدن در ایران انقلاب اتفاق افتاد. ولی تفاوتی که وجود داره اینی که در سال 78 مردم در صحنه بودن، تو خیابون بودن. ما امروز اون مردم رو در خیابون نمیبینیم. پس برای یه پارامتر اصلی که خاص مردم باشه و نیرو باشه، اون نیروه وجود نداره. بعد به این نکته رسیدیم، گفتیم که ما در انتخاب سال 92 وقتی که این حسن روحانی مأمور شد که از تیم نیویورکی ها بیاد و این مسئله رو حل و فصل بکنه، گفتیم بهترین شرایط این است که بتونیم مطالبات رو تقویت بکنیم، بریم دنبال مردم، برن دنبال مطالبات. چون یه زب نهید بگه مرگ بر خامنه ای نمیدونم فلان، اینکه خب میگیردش، ولی اگه بگه آقا وضع خرابه، نمیدونم مدرسه راش دوره، جادش اینطوریه، اینا دنبال مطالبات برش بره، شاید کمک بکنه. ولی بعدن این دیگه تکرار نشد و صحبتی راجبش حرف نزد. خود آقای عرفانی هم راجع این موضوع مفصل در برنامه‌های متعدد راجبش حرف زد ولی در حقیقت نگرفت. و آقای نوری‌علا هم یکی دو تا مقاله و اول راجب این نوشت ولی بعد دیگه همه چی به سکوت رفت. من مهمترین پرسشم از آقای عرفانی این مطلب خواهد بود که چرا ما به دنبال این مطالبات حرکت نمی‌کنیم؟ اصلا این راهکار رو ایشون میپسنده نمیپسنده؟ چون میدونم خودش راجبی صحبت کرده، حتما میپسنده که صحبت کرده، ولی چرا نمیتونیم رو این مسئله تمرکز کنیم؟ موضوع بعدی این هستش که توی صحبتی که با آقای
نوری علا داشتیم. آقای نوری علا ضمن همه احترامی که برای آقای عرفانی قائل شد و تایید کرد همه رفتار آقای عرفانی رو و فقط گفتش که مشکل ما اینه که آقای عرفانی با ما نمیپیونده، ما جنبه این ور در نظر بگیریم. آقای عرفانی هم همون کاری که داره انجام میده یعنی داخل کشور بسیار کار درست و دقیقی است. بعد اشاره کرد به اینکه حزب نمیتونه در خارج کشور، معنا نداره که حزب تشکیل بشه. بنابراین این دوتا سوال اساسی است که وجود داره. اجازه بدید با همین دو پرسش بریم خدمت آقای دکتر کوروش عرفانی و ازش خواهش کنیم که اگه ممکنه در این زمینه نظراتش رو برای ما بیان کنه. آقا من به شما درود میفرستم، بازم صمیمانه سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار تلویزیون میهن هم قرار میدهید. ممنونم از شما. بفرمایید. خواهش می‌کنم. درود میفرستم خدمت شما جناب بهبهانی گرامی و به شما و همتتون واقعا دست مریضات میگم بابت 7 سال تلاش پیگیر. این ورود شما رو به 7 سال در واقع تبریک میگم و درود میفرستم خدمت بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون میهن و امیدوار هستم که هموطنامون شرایط ادامه کار و گسترش کار تلویزیون میهن رو فراهم بکنن. شما به سهم خودتون کاری رو که باید انجام دادید و اون حفظ این پایگاه هستش و پایداری کار و هموطنانمون میبایستی به شما کمک کنن که تمام این بار بر روی دوش شما نباشه. امیدوارم که تمام بینندگان عزیز و ایرانیان گرامی داخل و خارج از کشور از یاری مادی و معنوی دریغ نکنن. اما جناب بهبهانی عزیز در رابطه با پرسش نخست شما که برمیگشت به وجود اومدن نوعی از توقع از دوران روحانی که بتونه فضا رو به گونه‌ای بکنه که مطالبات اجتماعی بتونه به طور راحت‌تر دنبال بشه، حقیقتش ما باید چند نکته رو در نظر بگیریم. نکته اول این که یکی از دلایل ایجاد این انتظار مشابهت‌های شکلی بودش که بین روی کار اومدن حسن روحانی و روی کار اومدن خاتمی در 1376 موجود بود. یعنی دامن زدن به یک گفتمان اصلاح طلب، به اصطلاح گفتمانی که خودش رو سعی میکنه حداقل از لحاظ شکل و ظاهر هم که شده در مقابل جناح سختگرا یا به قول خودشون اصولگرای نظام قرار بده و به این ترتیب این امید رو در دل جامعه به وجود بیاره که اگر من به قدرت برسم، اگر من رئیس جمهور بشم، این کارو اون کارو میکنم، فضا رو بازتر میکنم، اجازه میدم که مطالبات معیشتی اجتماعی فرهنگی دنبال بشه، یه مقداری از این فشارهای مختلفی که به طور کاذب بر روی آزادیهای مدنی و اجتماعی و بدیهی میادش میکاهیم. این مشابهت به نظر من فقط ظاهری، خاطر اینکه شرایط نظام جمهوری اسلامی در 1376 و 1392 که آقای روحانی اومدش هیچ شباهتی نداشت. در 1392 ما یک نظام در بن‌بست گرفتار شده رو داشتیم، نظامی که دچار بحران‌های متعدد شده و یکی از اون بحران‌ها داره به شدت گسترش پیدا می‌کنه، نظام رو داره می‌بره پای خطر و اون بحران اتمی هستش و تحریم های ناشی از بنبست مذاکرات اتمی و بنابراین باید یک گشایشی به وجود بیاد. من هیچ گونه علامتی از این که در اون دوران نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه گیری رسیده باشه که در این حال در داخل کشور میبایستی یک گشایشی به وجود بیاریم ندیدم. نه اون زمان دیدم نه الان مثلا. و بر این باور هستم که جمهوری اسلامی بر مبنای خطی که بعد از 1388 به جنبش سبز سپاه پاسداران به عنوان خط استراتژیکش تعیین کرده بود این بودش که هرچه بیشتر فشار بیاریم امنیتمون بالاتر هستش، هرچه بیشتر بکشیم، هرچه بیشتر دستگیر بکنیم، هرچه بیشتر سرکوب بکنیم، هرچه بیشتر روزنامه ها رو ببندیم امنیتمون بالاتر هستش. و این نتیجه‌گیری بودش که بهش رسیده بودن به واسطه چی؟ به واسطه اینکه تجربه کرده بودن و دیده بودن جواب میده. هر چقدر بیشتر سرکوب میکردن میدیدن جامعه عقب نشینیش بیشتر میشه. درسته که از اون ور این فشارها سبب میشد که انحطاط جامعه تسریع بشه، یعنی مردم بیشتر برن دنبال مواد مخدر به خاطر اینکه سرخوردن، به خاطر اینکه بستر کار وجود نداره، بستر رشد و شکوفایی وجود نداره، میرن دنبال مواد مخدر، میرن دنبال الکل، میرن دنبال سکس، میرن دنبال خودکشی، فرار میکنن از کشور. اما همه اینا
کمترین اثری برای جمهوری اسلامی به عنوان اثر منفی محسوب نمیشه، امر بدیهی هستش. حتی سپاه پاسداران روی اون سرمایه گذاری هم کرده، میگه هر چقدر مصرف کننده مواد مخدر بیشتر باشه، درآمد من از راه قاچاق مواد مخدر بیشتر هستش، و هرچه این مصرف بیشتر باشه جوانهای بیشتری هستن که از حالت خطر آفرینی در واقع دور میشن و میرن تبدیل میشن به افرادی که گوشه خونهشون کس کردن و من بر این خیالم باید. لذا میخوام بگم که محاسبه‌ای که سبب شد نظام اون جناح حاکم، مثلث معروفی که ما همیشه ازش نام میبریم، مثلث در واقع روحانیت، بازاری ها و پاسدار ها که انحصار قدرت رو در ایران در دست داشتن برای سالها و سالها و به ویژه بعد از سال 88، اونها به نظر من در تحلیل خودشون در هیچ جاش به این نتیجه نرسیده بودن که جامعه مثلا نمیدونم در آستانه انفجار یا خبری هستش و بنابراین الان باید یه مقدار سوپاپا رو مثلا باز کردش که از حالت انفجاری جامعه در بیاد. ابدا چنین چیزی رو ما نمیبینیم، مگر اینکه بخوایم واسه خودمون داستان پردازی بکنیم. مستنداتی مبنی بر این نداریم ما. اما چیزی که سبب شد از انتخاب اسلحه رژیم که عبارت بود تا قبل از مذاکرات مخفی در عمان سعید جلیلی و دار و دسته سپاه تغییر او یا چرخشی به وجود بیادش به سمت انتخاب حسن روحانی، صرفاً و صرفاً پیشرفت مذاکراتی بود که به صورت مخفی در عمان داشت انجام میشد و به واسطه اون به این نتیجه گیری رسیدن که این تحریم ها میتونه کمر اقتصاد ما رو بشکنه و بنابراین یک بحران مکانیکی برای ما به وجود بیاره. ببینید بحران مکانیکی یعنی بحران اقتصادی، پول نداشته باشیم یارانه ها رو بدیم و پول نون مردم و پول واردات گندم و جو و غیر و زالک رو داشته باشیم و کشور به هم بریزه. ربطی به فشار اجتماعی ناشی از درخواست مطالبات نداشتش، اینو باید بدونیم. یعنی دولت جمهوری اسلامی در مقطع 1391-92 از این بابت نگرانی نداشت. نمیگم اصلا اصلا و ابدا براش مسئله نبود، ولی در کنار وزنی که مشکل اتمی و تابع اون مسئله آفرینی تحریم ها براش خلق کرده بود، اصلا و ابدا این در محاسبش آنچنان پارامتری نبود، یه پارامتر حاشیه‌ای فرد. لذا انتخاب حسن روحانی در واقع انتخاب میتونیم بگیم هیئت آمریکایی بودش. هیئت آمریکایی که در مذاکرات عمان ذکر کردش که ما یک طرف مذاکره خوب میخوایم تا بتونیم این مسئله رو حل و فصل بکنیم و برای حل و فصلش هم یه سری امتیاز ما میدیم، یه سری امتیاز هم شما بدید، مشکل رو حل بکنیم. اما هیئت آمریکایی اینو فهمونده بودش که ما با تیمی که الان هستش، یعنی تیم به اصطلاح جلیلی، احمدی نژاد، مشائی، با این تیم این کار رو نخواهیم کرد، نیاز به یه تیم جدید داریم. پیشنهادی که جمهوری اسلامی و تیم آمریکایی بر سرش ظاهرا به توافق رسیدن تیم آقای روحانی بودش، برای اینکه فراموش نکنیم شیخ حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت مذاکره کننده ارشد ایران بود قبل از دوره احمدی نژاد و معروف بود به کسی که مذاکره میکنه، مصالحه میکنه، عقب نشینی میکنه، نرمش نشون میده و غیر و ذالک. بسیار خوب، بنابراین نظام در واقع به این خاطر اومدش سراغ این موضوع. بله شما اطمینان داشته باشید که با اتفاقی که در سال 88 افتاده بود، یعنی مهندسی انتخابات که سپاه پاسداران هم در سال 84 هم در سال 88 تجربه کرده بود، مهندسی انتخابات سال 92 براشون مثل آب خوردن بود که سعید جلیلی رو بیارن اعلام بکنن که 79.8% نمیدونم آرارم گرفته و تموم شده رفتش. لذا اینو میخوام عرض بکنم که از اونجایی که این انتخاب ریشه در به اصطلاح نگاه کردن به درون جامعه و مسائل اجتماعی، مطالبات صنفی، مطالبات معیشتی، درخواستهای فرهنگی یا به اصطلاح حقوق بشری نداشتش، طبیعی بودش که روی کار اومدن روحانی نتونه به معنی به اصطلاح مدیریت از بالا یا خواسته از بالا گشایشی در شرایط به وجود بیاره. این کاملا طبیعی بودش و به غیر از همون شعارهایی که در دوره انتخابات داده شد، شما دیدید که حسن روحانی و تیمش تقریبا میشه گفت هیچ کاری نکردن و در نهایت یک سال و نیم بعد از بیلانشون، سازمانهای حقوق بشری مثل به اصطلاح عفو بین الملل
اومدن و گفتن که یا سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کردن که آقا وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره روحانی نسبت به دوره احمدی نژاد بدتر شده. اینم برای اینکه خیال همه راحت باشه که اینا میدونستن دارن چه کار میکنن. پس میموندش جناب بهبهانی عزیز این که آیا خود جامعه از پایین توان این رو داره که مطالباتش رو فرموله بکنه و به صورت جدیتر، گسترده‌تر و قوی‌تر بیاره مطرح بکنه یا نه؟ و این توان هم برخورد میکردش با نیروی سرکوب، نیروی اختناق، نیروی اطلاعاتی، امنیتی نظام جمهوری اسلامی که بعد از دوره روحانی بسیار شدت یافته، بسیار تقویت شده، بسیار روش کار شده، برای اینکه میترسن از به اصطلاح این داستان باز شدن حتی حداقلی شرایط و هجوم ناگهانی مطالبات وحشت دارن و بنابراین گفتن که میبایست این رو خفه بکنیم، نه اینکه اجازه بدیم یه مقداری مثلا خودش رو ابراز بکنه، خفش بکنیم، یعنی در حدی نگه داریم که به صفر میل بکنه، به هیچ میل بکنه. بسیار خوب. پس تنها چیزی که ما میتونستیم به عنوان نقطه امید داشته باشیم که در دوران آقای روحانی یه گشایشی به وجود بیاد این بود که از پایین نیروهایی که نیروهای مطالبه گر هستن، نیروهای کنشگر هستن، بتونن خودشون رو سازماندهی بکنن و از این فضایی که به وجود اومده که فضایی دقت بکنید کاذبی هستش، یعنی دروغ بود. شیخ حسن روحانی فراموش نکنید جناب بهبهانی عزیز کسی هستش که از لحاظ امنیتی نظام جمهوری اسلامی بیشترین اعتماد رو به او داشته، کسی هستش که مسئولیت تأمین امنیتش در سطح ساختاری رو برای دو دهه به او سپرده. پس معلومه که میدونه باید چیکار بکنه، معلومه که بازی رو بلده. لذا ما تنها نقطه امیدواریمون رو میتونستیم بذاریم بر روی اینکه از پایین فشار وارد بشه، اما به نظر من چیزی که میتونست تامین کننده این امر باشه، یعنی وجود یک قدرت به اصطلاح از پایین، این بود که ما در دل جامعه عنصری به اسم سازماندهی داشته باشیم، عنصری که بر اساس اون آدم‌های ناراضی پراکنده میان و در قالب جمع‌های شهروندی، صنفی، حرفه‌ای خودشون رو به اصطلاح نشون میدن، شروع میکنن فعالیت کردن و نیروی خودشون رو تحمیل میکنن به قدرت حاکم. تلاشی که مثلا عرض میکنم بلا فاصله بعد از تقریبا در اواخر جنبش سبز که همزمان با آغاز تأسیس سازمان خودرهاگران بود ما آغاز کردیم، متمرکز روی این موضوع بودش که آقا بایستی ما این بحث سازماندهی اجتماعی رو ورداریم ببریم در درون جامعه، ورداریم ببریم و عمومیش کنیم، برای اینکه معلم و کارگر و دانشجو و نمیدونم روزنامه‌نگار و غیر و ذالک بفهمه که دفاع از حق و حقوقش در گروه تشکل‌های صنفی، تشکل‌های اجتماعی، سازمان‌های غیر حکومتی، انجمن‌هاست و غیره که بتونه دفاع کنه. این کاری بودش که ما بهش باور داشتیم و انجام دادیم. اما بر اساس اون چیزی که بعد از آغاز دوره روحانی اتفاق افتاد دستگیرمون شد و الان هم دارید میبینید هستش، دستگیرمون شد که هنوز رشد کمی و کیفی سازماندهی اجتماعی یا همون چیزی که بهش خود سازماندهی مردمی میگیم نرسیده به سطحی که بتونه به عنوان عنصر ضد قدرت در مقابل قدرت حاکم و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی و سرکوبگر اون ایستادگی بکنه. و چون هنوز این نیروهای سرکوبگر دست بالا رو دارن، قدرت بیشتری دارن، بنابراین میتونن خفه بکنن، سرکوب بکنن، بی‌اعتنایی بکنن، دستگیر بکنن، اعدام بکنن و غیره. و ما الان اینجا هستیم، ما الان در جایی قرار داریم که داره برای هر ناظری که نمیخواد بر اساس کلیشه ها به جامعه ایرانی نگاه بکنه داره مسلم و مسجل میشه که فقط و فقط یک چیز هستش که پاش میلنگه و به جامعه اجازه نمیده بتونه خودی نشون بده و اون هستش که جامعه انسجام نداره، سازماندهی نداره، شبکه سازی نداره، پیوند نداره، اتصال وجود نداره بین حرکت ها، بین کنشگران، بین معترضین، در نتیجه یک جامعه منزوی، جامعه اتمیزه، جامعه ایزوله، جامعه پراکنده هستش که کنترل کردنش توسط نهادهای سازمان یافته حکومتی مثل وزارت اطلاعات، مثل بسیج، مثل نیروی انتظامی و غیره ممکن هستش. تا امروز که داریم صحبت میکنیم براشون ممکنه که بتونن این مجموعه اتمیزه پراکنده رو جمع جورش بکنن با سرکوب، با اعدام، با دستگیری، با
5 برابر ظرفیت زندان‌ها زندانی ریختن در زندان‌ها و انواع اقسام جنایت‌هایی که روزانه شاهدش هستیم، نقض حقوق بشری که روزانه می‌بینیم، می‌بینید که دارن کنترل می‌کنن. لذا این رو می‌خوام به عنوان نتیجه‌گیری صحبتم عرض بکنم که روی کار اومدن روحانی قرار نبودش از بالا چیزی رو تغییر بده. شانسی بود برای اینکه از پایین بشه حرکتی کردش، که از پایین به دلیل نبود آمادگی کافی نتونست از این فرصت استفاده بکنه و ما الان برگشتیم به شرایط بدتر از اواخر دوره احمدی نژاد. اینو دقت داشته باشید و این حاصل به نظر من بی‌اعتنایی فعالان سیاسی و به طور مشخص اپوزیسیون هستش به این حلقه گمشده زنجیر داستان که عبارت است از سازماندهی اجتماعی. چون اپوزیسیون بر روی این سرمایه گذاری نکرده، جامعه به اندازه کافی در این زمینه توان پیدا نکرده، نتونسته راهنمایی بشه، آموزش ببینه، تشویق بشه به سمت خودسازماندهی بره. در نتیجه میلیون ها نفر در ایران هستن که معترضن اما پراکندن، میلیون ها نفر معترضن اما روانپریشن، میلیون ها نفر معترضن اما ایده‌ای در مورد اینکه چجوری میتونن از حق حقوقشون دفاع بکنن ندارن و برای این موضوع هستش، برای این کمبود مشخص هستش که میشه راهکاری پیدا کردش. اگر در این زمینه پرسش یا مطلبی دارید جناب بهبهانی عزیز، من در خدمتتون هستم. در غیر این صورت میتونیم به مورد دوم بپردازیم. حضور شما که من با شما همراهم، به لحاظ این که همین روی الان برنامه ویدیو امروز هم همین رو نوشتم. ببین یعنی نظام جمهوری اسلامی تو همین ماجرای انتخاب نمیدونم مجلس خبرگان و فلان این حرفا نشون میده که قابلیت تغییر نداره، یعنی اصلا توان این کار درش نیست. اگه کوچکترین همونطور که شما گفتی عقب نشینی، این باعث میشه که همه دیوار رو سرش خراب بشه. اینو فهمیده، حاضر نیستش که عقب بشینه تحت هیچ شرایطی، این کارو نمیتواند انجام بدهد. جناب بهبهانی عزیز، میونه کلامتون یه دلیل خیلی مشخص بدم که چرا نمیتونه. ببینید، بر اساس تئوری سیستم ها، شما زمانی که در یکی از اجزاء سیستمتون تغییر به وجود میارید، بایستی سیستم توان تحمل دگرگونی های ناشی از این تغییر به وجود اومده رو داشته باشه. دقت میکنید، زمانی که سیستم طوری طراحی شده که یک تغییر درش تغییرات دیگری رو به دنبال میاره، نظام جمهوری اسلامی اینو به طور تجربی و حتی نظری آموخته که من اگر بخوام قدرت رو مثل 36 سال گذشته حفظ بکنم، بایستی سیستم رو مثل 36 سال گذشته حفظ بکنم و تغییری در سیستم به وجود نیارم. بنابراین تغییر مهره ایرادی نداره. نمیدونم، خاتمی میاره، خاتمی میبره، احمدی نژاد میاره، میبره، از این تغییراتی که مهره حساب میشه هستش، ولی حاضر نیستش مکانیزم ها رو در درون سیستم عوض بکنه. چون به محض اینکه بخشی از مکانیزم یک سیستم بزرگ رو شما تغییر دادید، تمام اجزاء مرتبط با اون مکانیزم هم خود به خود دچار تغییر و دگرگونی میشن و این میبره کل سیستم رو به سمت تغییر و این رو جمهوری اسلامی میدونه و لذا متوجه هستش که میبایستی، مثلا عرض میکنم شاید برای بینندگانمون جالب باشه، یکی از این سرودهایی که از زمان جنگ به اصطلاح پخش میشده رو به مدت نزدیک به 30 سال از تلویزیونش پخش میکنه به عنوان آرم نمیدونم برنامه خبر و غیره. چرا؟ برای اینکه میخواد به جامعه بگی که همه چیز همونیه که بوده، همه چیز مشابه همونیه که 10 سال پیش، 20 سال پیش و 30 سال پیش بوده. چیزی به اسم تغییر به وجود نمیاد. بنابراین تغییر رو اگر میخواید جستجو بکنید، در چروکهای روی صورتتون و در موهای سفیدتون جستجو بکنید و آماده باشید برای اینکه کفن بخرید و نمیدونم قبر واسه خودتون بخرید و فکر اون دنیاتون باشید، به فکر تغییر نباشید. این پیامی بوده که جمهوری اسلامی خواسته در سطح فرهنگی از طریق شما ببینید. هنوز بعد از 36 سال اجازه نشون دادن آلت موسیقی رو نمیده. تمام کشور رو موزیک و موسیقی و باند موسیقی گرفته، صدا و سیما هنوز مشکل داره که یه دونه تار رو نشون بده به طور مثال. چرا؟ میخوام بگن آقا همون جوری که 36 سال پیش نمیذاشتیم، الان هم نمیذاریم که این نمایش داده بشه. در زمینه اجتماعی همون تو سری که سال 58 تو سر زنها میزدن که باید رو سری باشه سرتون، همون الان گشت ارشاد میزنه. در زمینه سیاسی میگن
همون اعدامی که در سال 59 و 60 میکردیم الان هم در حق مخالفانمون میکنیم. در زمینه اقتصادی میخوام بگن همون انحصارهایی که در دست برادران بازاری بود الان در دست برادران بازاری و سپاهی باقی مونده. بنابراین ببینید فرمول نظام کاملا مشخصه. فرمولش این هستش که آقا من به هیچ عنوان حواسم هستش که در اجزا یا مکانیزمای من تغییری به وجود نیادش. لذا این رو باید هموطنانمون و فعالان سیاسی بدونن جناب بهبهانی عزیز که نظام‌های تمامیت‌گرا این خصوصیت رو دارن، یا کل نظام رو میتونن حفظ بکنن به همون شکلی که بوده و الان میبینید 36 سال این کارو کردن، یا کل نظام رو از دست میدن. بنابراین این داستان که نظام‌های تمامیت‌گرا یا توتالیتر بتونن یه بخش از قدرت رو واگذار بکنن، یه بخش از صحنه جامعه رو به مردم به صلاح احاله بدن، اختیار بدن و بخش دیگر رو برای خودشون نگه دارن، اصلا و ابدا ممکن نیست. اگر ایجاد اصلاح در درون نظامی مثل نظام نازیست در آلمان و هیتلر در رأسش قابل تصور بوده، پس در جمهوری اسلامی هم میشه تصور کردش. اگر چیزی به اسم اصلاح و دگرگونی در درون نظام فاشیستی ایتالیا قابل تصور بوده، این رو هم میشه تصور کردش. این نظام ها یا کل قدرت رو دارن یا اصلا قدرت رو ندارن. این ویژگیشون هستش آنگونه که شناخته شده است بر اساس تجارب تاریخی. لذا این رو من میخوام ازش استفاده یا سوء استفاده بکنم جناب بهبهانی و بگم هموطنانی که امید ندارن و ناامیدن نسبت به اینکه رژیم سالهای سال باز بر سر کار خواهد بود، اینو بدونن زمانی که میزان فشار مخالفین برسه به حدی که حتی بخشی و فقط بخش کوچکی از قدرت رو، از اختیارات رو بشه از چنگ این نظام بیرون آورد، مطمئن باشید که کلش رو میشه ازش گرفت. این ویژگی این نظام ها هستش. محاله که شما چیزی به اسم ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه اون بالا داشته باشید و مثلا احزاب آزاد سیاسی هم در کشور داشته باشید. محاله. محاله که شما چیزی به اسم سلطه روحانیت بر قدرت رو داشته باشید، در این حال انجمنهای فرهنگی و رسانه‌های آزاد بتونید داشته باشید. این یه مجموعه است که یا باید به شکلی که در حال حاضر سه دهه هستش، سه دهه و نیم هستش اداره پیش میره، حرکت بکنه، و یا اینکه از حرکت باز میسته و فرو میپاشه. بنابراین این نقطه امید برای من و شما مخالف این نظام وجود داره که از اونجایی که اصلاح ناپذیری خودش رو این نظام ثابت کرده، و البته اصلاح پذیریش فقط برای متوهمین بوده ها، و الا باور بفرمایید من مقاله‌ای دارم که اگر یه روزی پیداش بکنم منتشر میکنم، در 1376 همون زمانی که جناب خاتمی اومده بود رو کار، من در مقاله‌ای در پاریس در یکی از مجلات منتشر کردم. اون زمان من پیش بینی کردم مثلا 2-3 ماه بعد از جریان دوم خرداد بود که نظام به این دلیل نمیتونه اصلاح بشه که به اصطلاح اون نهادهایی که میبایستی اجازه این اصلاحات رو بدن، خودشون منافعشون در گروه این هستش که این اصلاحات صورت نپذیره. بنابراین اومدن در درون ساختار مکانیزم‌ها و نهادهایی قرار دادن که هرگز و هرگز این اتفاق نیفته. لذا خاتمی باشه، ماتمی باشه، نمیدونم روحانی باشه، غیر روحانی باشه، هیچ کس نمیتونه در دل چنین ساختاری که مکانیزم های مقابله با اصلاحات درش تعبیه شده، به صورت فکر شده، به صورت نهادینه، تغییر و اصلاح به وجود بیاره. و برای همین من همون زمان پیش بینی کردم که این جریان اصلاح طلبی به جای نخواهد رسید. 8 سال گذشت و دیدیم که چنین شدش. امروز هم که داریم با هم صحبت میکنیم جناب بهبهانی عزیز، اطمینان داشته باشید نه به خاطر توافق اتمی، نه به خاطر فشارهای بین المللی و نه هیچ پارامتر دیگری، نظام جمهوری اسلامی نمیتونه حتی به صورت حداقلی خودش روی اون چیزهایی که به عنوان محورهای ساختاریش هستش عقب نشینی بکنه. تنها کاری که میتونه بکنه اینه که گفتمان عوض کنه، یعنی شکل عوض بکنه، آدم ها رو عوض بکنه. اینا رو میتونه در این حدی که دیدیم در این سالها بازی کرده میتونه، ولی به محض اینکه بخواد به ساختارهاش دست بزنه، کل ساختار فرو میپاشه، کل سیستم فرو میپاشه. و این اون نقطه ای هستش که اگر عزیزان اپوزیسیون خوب درک کرده بودن،
به جای پراکنده کاری و به جای رفتن به یمین و یسار می اومدن و تمرکزشون رو میذاشتن روی یک موضوع و سعی میکردن که یکی از خصلت های ساختاری نظام رو وادارش بکنن که بر سرش عقب نشینی بکنه و اون عقب نشینی همونطوری که جنتی بار گفته بود یه قدم اگر بریم عقب میان تمام نظام رو جارو میکنن. کاملا درسته این حرف. اگر ما تمرکز کرده بودیم بر روی یکی از این نکات ساختاری که من مثلا عرض میکنم یک سال و نیم پیش در مقاله که منتشر کردم این پیشنهاد رو دادم به تمام هموطنانمون، به تمام فعالان سیاسی که آقا بیاید تمرکزمون رو بذاریم روی این که در داخل و خارج از کشور یک کمپین بزرگ جهانی را بندازیم و نظام رو وادار بکنیم که مجازات اعدام رو تعلیق بکنه، مجازات اعدام رو اگر بشه لغوش بکنه. اگر نظام نتونه اعدام بکنه شما خواهید دید که ورق برمیگرده، شرایط برمیگرده. و همین دلیله که قابل تأسفه که ما این نگاه به اصطلاح تحلیلی رو که ماهیت نظام، ماهیت توتالیتر یا تمامیت‌گرا هستش، بلذا اگر ما بتونیم همه تلاش و امکانات و وقت و کوششمون رو بذاریم روی فقط یه بخش، یه جا از نظام یه باجی بگیریم، یه امتیازی بگیریم، باقی کار بسیار بسیار راحت‌تر انجام میشه. این کارو تا الان نکردیم و نمیدونم که کی زمان این خواهد بود که درست به همین دلیل بودش که اون در مقدمه من اون عرض کردم که باید به سمت مطالبه محوری رفت و تشویق کرد جامعه رو که به دنبال مطالبات شرکت کنه و گفتیم که مثلا نمیتونی یه زب بری تو خیابون بگی خب میگیرتت، ولی ای بری بگی آقا وضع اینجوریه، دارم دیوار کجه، شهرداری درست کار نمیکنه، سپور سر موقع نمیاد، سر این موضوعات یه حرفایی میزن ولی ادامه پیدا نمیکنه. من سوال اساسی مینه، وگرنه تمام فرمایش شما همین هاست که من صد اصلا همراه میگم چرا اون اتفاق نمیاد، چرا نمیتونیم رو اون موضوع متمرکز بشیم؟ سوال ما اینه. بله بیایم روی این موضوع. ببینید مسئله مطالب محوری همیشه و همیشه رابطه قدرت هستش، به همین سادگیه. یعنی درست میدونید مثل چی میمونه؟ درست مثل یه بچه میمونه که یک بار به پدرش میگه که پدر من اینو میخوام برام بخر و پدر نمیخره. بسیار خوب. و فرقش با بچه دیگری هستش که 11 بار اینو میگه، شیشه خونه رو هم میشکنه، زیر میز شام هم میکوبه و در نهایت اون چیزی رو که میخواد به دست میاره. بچه دوم حالا سوای مسائل اخلاقی و رفتاری و اینا، بچه دوم به نسبت بچه اول از خودش قدرت نشون داده و اون چیزی رو که میخواسته به دست آورده. جناب بهبهانی عزیز اجازه بدید دو تا واژه رو به اصطلاح متمایز بکنیم که در فرهنگ سیاسی و رسانه‌ای ما به صورت نامشخص به یعنی تفکیک نشده به کار میره ولی فرق داره. یه موقع هستش شما یه چیزی رو در قالب آرزو، در قالب به اصطلاح تقاضا مطرح میکنید که ما متقاضی هستیم، ما این رو آرزو میکنیم که مثلا حقوق ما رو بالا ببریم. زمانی که ما داریم از واژه مطالبه استفاده میکنیم، واژه‌ای هستش که به معنی طلب کردنه، که من این رو میطلبم، من این رو میگیرم، من این رو میخوام، من این رو دستبردار نیستم. مطالبه اگر داریم راجبش صحبت میکنیم، مطالبه با آرزو فرق داره، مطالبه با نمیدونم غر زدن و غیر و ذلک فرق داره. بحث بر سر اینه که از اونجایی که این تفکیک ها انجام نشده، مثلا عرض میکنم فرق بین نارضایتی، عدم رضایت و اعتراضگری رو ما نمیدونیم هنوز. بنابراین فکر میکنی وقتی صحبت میشه میگه آقا همه مردم مخالفن، نه همه مردم ناراضی هن، اکثریت مطلق مردم ناراضی هن. صحبت بر سر اینه که چه بخشی از این مردم ناراضی معترض هن. معترض به معنی کسی که مشغول اعتراض میشه، دست به اعتراض میزنه. ببینید این تفکیک ها رو اگر انجام بدیم معلوم میشه که زمانی که ما میگیم مطالبه محور، یعنی نیرویی که نارضایتی خودش رو تبدیل به اعتراض کرده و در دل این اعتراض داره طلب میکنه، یه چیزی رو طلب داره و اون رو میخوادش از طرف مقابلش. حالا ما وقتی نگاه میکنیم به دلیلی که در سایر جوامع دولت‌ها، کارفرما، نمیدونم حکومت میادش و به مطالبات جواب میده، سوای از اینکه آدمای خوبی باشن، آدمای دموکراتی باشن، نظام خودش دموکراتیک باشه و غیر و ذلک، بسته به این داره که
چقدر از قدرت و زور طرف مقابل حساب میبره. به همین سادگی. من سالهای سال در فرانسه این موضوع رو از نزدیک دنبال میکردم، به خاطر اینکه هم کار به اصطلاح تحصیلی و دانشگاهی این بود و هم به خاطر اینکه به عنوان اکتیویست در تماس بودم با فعالان کارگری. و اونجا متوجه شدم که در همین کشوری که مهد دموکراسی حساب میشه، 250 سال سابقه استقرار دموکراسی در اون کشور وجود داشت، زمانی که کارگرها میخواستن برای مطالبه اقدام بکنن، میشستن برنامه ریزی میکردن از طریق سندیکاهاشون، راهکارهایی رو پیدا میکردن که زمانی که میخوان این مطالبه خودشون رو مطرح بکنن، این راهکارها یکی بعد از دیگری به صورت برنامه ریزی شده از قبل آماده اجرا باشه که میزان فشار رو به نسبتی که لازمه بتونن بالا ببرن. با چی شروع میشد؟ با اینکه نماینده سندیکا میرفتش با جناب کارفرما صحبت میکرد و این مطالبه یا مطالبات مشخص رو عنوان میکردش. یک تاریخ تعیین شد به عنوان تاریخ پاسخ کارفرما. اگر پاسخ میومد و مثبت بود که قضیه ختم به خیر میشد، اگر نه وارد فاز دوم میشدن. فاز دوم عبارت بود از هشداری که مجموعه‌ای از سندیکاها به اون کارفرما میدادن و میگفتن ما از تقاضای این سندیکا در دل این کارخونه یا مجموعه پشتیبانی میکنیم. پس کارفرما میفهمید که سندیکاهای دیگه هم در این زمینه دستن در کارن و میتونن نقش ایفا بکنن. ممکن بود اونجا حساب ببره و جواب بده. اگر باز پاسخ مثبت نمیگرفتن، اولین حرکت خودشون رو به صورت نمادین آغاز میکردن. مثلا عرض میکنم یک ساعت اعتصاب رو برنامه ریزی میکردن در فلان روز، اطلاع رسانی، آگاهی رسانی، کار به اصطلاح از قبل آماده شده، یک ساعت یا یه بخش از کارخونه یا بخشی از کارگران فقط برای قدرت نمایی دست از کار میکشیدن. به همین ترتیب جناب بهبهانی شاید بشه گفت در بعضی از موارد 10 تا 15 مرحله قابل پیشبینی بود براشون که اینا رو به صورت جزوه‌های آموزشی حتی داشتن و حتی ما در پاریس تلاش کردیم که این جزوه‌ها رو برای کارگران ایرانی ترجمه بکنیم، در اختیارشون بذاریم که بتونن استفاده بکنن، که به شما میگفتش از مرحله رفتن و صحبت کردن با کارفرما گرفته تا مرحله‌ای که در کارخونه رو می‌بستن، جلوی در نمیدونم بشکه های نفت و گازوئیل میریختن، درها رو جوش میدادن، دقت بکنید، زنجیر میزدن، قفلای بزرگ میزدن و کار کارخونه رو مختل میکردن. در یکی از این مراحلی که دارم خدمتتون عرض میکنم، مدیر یا کارفرما رو در دفتر خود به گروگان گرفتن بودش. یه چیز کاملا متداولیه در فرانسه، شما هر هفته یا هر ماه یه دونه دوتا موردش رو پیدا میکنید که میریزن یه دفعی در محل ساختمونی که کارفرما یا مدیر یا رئیس یا اون به اصطلاح باس اصلی، صاحب اصلی هستش و او رو در اتاقش حبسش میکنن و تلفن و غیر و زالک هم ازش میگیرن. در برخی از موارد از 24 ساعت 48 ساعت اونجا هستن، کار به اومدن پلیس و غیر و زالک و اینا کشیده میشه. خیلی خوب، تمام اینا برای چیه؟ ما داریم در مورد فرانسه صحبت میکنیم که طرف به خدا و پیغمبر نمیدونم تو مجلش میتونه طنز بنویسه در موردش، یعنی اینقدر آزادی وجود داره، دموکراسی و سندیکا و احزاب و رسانه ها و اینا. چرا کارگرها میشینن برنامه ریزی میکنن برای رفتن از مرحله یک تا مرحله 6-7-10 که بتونن زورشون رو به طرف مقابل نشون بدن؟ برای اینکه میدونن اینجوری کار میکنه، برای اینکه میدونن داستان به اصطلاح ثروت و تقسیم ثروت و داستان تقسیم جایگاه ها و مناصب و غیره همش بحث قدرته، همش بحث زوره. بحث بر سر اینه که یه سندیکای اگر بتونه 5000 تا کارگر رو بیاره جلوی کارخونه برنده میشه، اگر 500 تا بیاره برنده نمیشه. بنابراین میدونه که باید بره دنبال 4500 تا این دیگر برداره بیاره. حالا زمانی که میرسیم به جامعه ایرانی و این داستان مطالبه محوری که شما عنوان میکنید، دقت بکنید. یه موقع است ما این موضوع رو به عنوان یه بحث همچین پرنسیپی و قشنگ و نمیدونم روشنفکری عنوان میکنیم. خیلی هم خوبه. من دیدم مثلا 400 تا روشنفکر اومدن اخیراً، 400 تا حالا اسمشون رو چی بذاریم، شخصیت نویسنده هرچی که هستن، و اعلام کردن که
ما از مطالبات قشرهای مختلف ایران حمایت میکنیم. عجب، دستتون درد نکنه، واقعا چه شاهکاری انجام دادید. آخه کارگری که در ایرانه، کارگری که در کارگاه هستش و داره میبینه حقوقش رو پرداخت نمیکنن، مورد ظلم و ستم قرار گرفته، اینا یا به پشتیبانی شما به عنوان یک که کاغذ امضا شده در سایت اخبار روز احتیاج داره؟ این چه دردی رو ازش دوا میکنه؟ چیزی که احتیاج داره عبارت است از آموزش، عبارت است از حمایت، تبلیغات، پشتیبانی و غیره، چیزی که بتونه بهش اجازه بده وارد عمل بشه، دست به کار بشه. اگر اینها نباشه میره خودکشی میکنه، میره معتاد میشه، میره سر زن و بچه‌شو میبره، نمیدونم میره روانپریش میشه، میشینه عزا میگیره، میره علنگوی زنشو میفروشه. لذا داستان مطالب محوری به خودی خود، من میخوام بگم اصلا نیازی به معجزه اپوزیسیون نداره جناب بهبهانی که من شما بخوایم حالا بگیم که حمایت به اصطلاح بگیم نگیم، حمایت بکنیم نکنیم. احتیاج به تحرکی داره که به طور واقعی بتونه این مطالبه رو تبدیل بکنه به اون چیزی که رژیم ازش حساب میبره و بابتش باج میده، و اون هیچ چیزی نیست به جز قدرت، عنصری به اسم قدرت، عنصری به اسم به زبان عامیانه زور. اگر شما این قدرت رو در درون جامعه تونستید شرایطی رو فراهم بکنید که شامل دو شرایط میشه، شرایط ذهنی، شرایط عینی، تونستید اینو فراهم بکنید که جامعه بره به سمت به دست آوردن اهرم هایی که سبب بشه قدرت داشته باشه، همین چیزی که بهش به اصطلاح قدرت اجتماعی یا در مقابله با سایر نیروها مثل کارفرما، مثل دولت و غیره عبارت است از ضد قدرت، بهش میگن ضد قدرت. ضد قدرت احتیاج داره به جنبه های نظری، مثل اینکه باید این رو مفهومش رو جا انداخت، توضیح داد، آموزش داد، نمیدونم تشویق کرد و غیره. یکی هم احتیاج داره به بستر عملی یا برآورده شدن نیازهای عملی، یعنی فعالان، کنشگرانی که پا جلو میذارن، نیروهای پیشرویی که پا جلو میذارن، این رو در درون کارخونه، در درون مدرسه، در درون دانشگاه مطرح میکنن، هسته های اولیه رو تشکیل میدن، براش پشتیبانی فراهم میکنن، امکانات ارتباطاتی فراهم میکنن، شبکه سازی میکنن، با رسانه ها تماس میگیرن و غیره. حالا میایم وقتی به عمل کرده بسیاری از نیروهای سیاسی نگاه میکنیم، جناب بهبهانی عزیز، میبینیم که در رابطه با مسئله مطالبات در ایران فقط و فقط نقش پشتیبانی رو دارن. من میدیدم که جناب نوری‌علا در گفتگویی که با شما داشتن این رو به صلاح به عنوان روایتی که من در یکی از گفتگوها یا مناظرهایی که با ایشون داشتم مطرح کردم که ما کارمون فقط و فقط پشتیبانی. ابدا من چنین چیزی رو باور ندارم. اگه باور داشتم که 5-6 سال در مسیر آموزش و یاری رسانی به شبکه سازی و سازماندهی عمل نمی کردم، پیشستم منم نمیدونم یه کار دیگه، مقاله می دادم و مصاحبه می کردم و اینا، می گفتم آقا خیلی خوبه که کارگرها در ایران بتونن این کار بکنن. بس بر سر اینه که نیروهایی که میخوان به دنبال این مطالبات در داخل کشور برن، این که به حرف ما احتیاج ندارن، گرسنگی خانوادهشون، زن و بچهشون بهشون داره میگه که آقا باید بری وسط میدون، باید بری از مثلا حق و حقوق دفاع بکنی. بس بر سر اینه که نمیدونن چجوری باید این کارو بکنن، آموزش ندیدن. بس بر سر اینه که تکنیک های لازم رو نمیدونن، اسیر میشن، گرفتار میشن، تو دام وزارت اطلاعات میفتن، میترسن، سرکوب میشن، گمراه میشن، منحرف میشن. همه اینا هست، اینا هستش که نیاز داره به اون نیرویی که به عنوان نیروی پیشرو هست، نیروی روشنفکر جامعه، نیروی کنشگر جامعه، نیروی فعال سیاسی خارج از کشور، فعال اجتماعی داخل کشور، که بره و رو اینا کار بکنه، به صورت مشخص هول بده این عزیزان رو به سمت اینکه عمل بکنن در مسیرهای درست، در مسیرهای تجربه شده، بهشون کمک بکنه، خبررسانی بکنه، اطلاع رسانی بکنه، روشهای ایجاد تماس از طریق اپلیکیشن ها روی تلفن ها رو یاد بده، چگونگی استفاده از فضای مجازی رو یاد بده، بحث شعار نویسی، دیوار نویسی و غیره اینا رو مطرح بکنه. و من فکر میکنم که برای ما این داستان حمایت از اون چیزی که در داخل میگذری بحث فرعیه. معلومه که وقتی حرکتی در داخل اتفاق میفته، از یک نفر خانم ستوده که میره مثلا مقابل کانون وکلا وامیسته، از یک نفر مادر ستار بهشتی که یه عکس پسرشو میگیره راه میفته میره بر سر مزارش،
اینا رو ما باید مورد حمایت قرار بدیم، مورد تبلیغات قرار بدیم، مطرح بکنیم. ولی این تنها کاری نیستش که میتونیم انجام بدیم. و من اینجا مایل هستم جناب بهبهانی عزیز که این بحث رو چون الان مورد داره وصلش بکنم به بحث حزب و تحزب که شما فرمودید از قول جناب نوری علای عزیز که ایشون عنوان کردن که آقا در خارج از کشور که نمیشه حزب زد. خب حالا این موضوعی هستش که من مایلم چون الان اینجا موضوع بحث ایجاب میکنه قدری باز بکنم. اگر شما نکته مطلبی هست بفرمایید، اگر نه من میتونم اینو یه مقداری گسترشش بدم. سرپا گوش هست. زنده باشید. ببینید جناب بهبهانی عزیز، بینندگان گرامی که تجربه کار سیاسی دارن میدونن که در به اصطلاح هم شل تجربی، هم در سطح تجربی و هم در سطح نظری این امر اثبات شده هستش که کار دو نفری که به صورت جمعی با هم کار میکنن از مجموع کار یک به اضافه یک بالاتر. دقت بکنید، برابر این شما وقتی 5 نفر با هم دیگه کار میکنید به هیچ عنوان کارتون مجموع یک به اضافه یک تا 5 نیستش، یه چیزی بسیار در ورایی بسته به اینکه تعداد چقدر میشه این به صورت حتی تصاعدی به صلاح در میادش و عددها و رقمهای عجیبی رو از لحاظ کارایی و بهره‌وری به وجود میاره. لذا این با توجه به اینکه ما در تمام بحث ما فراموش نکنیم تمام بحث ما در حوزه سیاسی، در حوزه‌ای که یک محور بیشتر نداره از ابتدای تاریخ بشر که چیزی به اسم امر سیاسی بگیم شکل گرفتش و اون عبارت است از قدرت. شما محاله که در حوزه سیاست بتونید بدون عنصر قدرت نقشی داشته باشید. مثلا عرض میکنم اگر شما میبینید یه بابایی مثل آقای کیسینجر سهم داره، نقش داره در داستان سیاست، به خاطر این استش که مجموعه که نمایندگی میکنه نمایانگر یه قدرتی هستش. قدرت فکریش نیست، فقط قدرت فکری 10 برابر بهتر از او خیلی ها هستن که دارن، اسمشون هم من و شما نمیدونیم. او به این دلیل مهمه و مطرحه که فکری که مطرح میکنه توسط کسانی که دستن در کارن، تصمیم گیرنده هستن، مدیر هستن، دنبال میشه، بنابراین ایجاد قدرت میکنه. به خاطر این هم هستش که مطرحه. حالا ما این رو میدونیم که در عرصه سیاست یا شما موفق میشید شکلی قالبی از کار رو پیدا بکنید که با اون میتونید اعمال قدرت بکنید، و یا اینکه به عنوان یک نمیدونم مثلا نخودی به قول معروف یه نیرویی که مطرح نیست در عرصه سیاسی همینجوری باز خودتون بچرخید. شما دیدید الان مثلا در روی فیسبوک اگر نگاه بکنید یه انبوهی از تشکل‌ها واسه خودش به وجود اومده، تشکل فراحزبی فلان، تشکل اتحاد برای همه ایرانیان، از اینا می‌بینید، از این بچه‌هایی که از ایران اومدن و علاقمند به مسائل سیاسی هستن یه صفحه فیسبوکی درست کردن با یه عنوان، یه لوگو هم گذاشتن، ویدیو پر میکنن برای خودشون، بین خودشون 3-4 نفری سمینار میذارن، کنگره میذارن، گرد همایی میذارن، سرشون گرمه به قول من. یه موقع از این کارا دوست دارن یه ده انجام بدن، بهش اصطلاحا میگن سرگرمی سیاسی، هابی سیاسی، بازی کردن سیاسی مثلا. اونا رو ما میذاریم کنار. زمانی که بحث جدی سیاسی میخوایم بکنیم بحث این هستش که آیا من و شما به عنوان یک اکتور سیاسی، به عنوان یک بازیگر سیاسی قدرتی داریم یا نداریم. از زمانی که قدرتی نداریم باید بریم به دنبال اینکه یه مرجع فکری باشیم، یه مرجع روشن فکری باشیم، یه مرجع پخش ایده باشیم که به نظر من وارد حوزه در واقع فرهنگی اجتماعی الان نهایه میشه، ربطی به سیاست نداره. ممکنه موضوع صحبت هامون در مورد سیاست باشه، در مورد آقای اوباما باشه، رژیم جمهوری اسلامی باشه، قیام و انقلاب و این داستان ها باشه، ولی ارتباطی به امر سیاسی یا به قول فرانسوی یا لو پولیتیک، چیزی که برمیگرده به ماهیت ذات سیاسی نداره. موضوع سیاسیه وقتی که من با مثلا عرض میکنم من میتونم یه ترانه سرا باشم، ترانه های سیاسی به سرایم، ولی زمانی که در مورد سیاست به معنی امر سیاسی داریم صحبت میکنیم بس مثلا اینه که آیا قدرت دارید یا ندارید، آیا امکانات دارید یا ندارید، آیا نیرو دارید یا ندارید. از زمانی که دارید مطرحید شما رو جدی میگیرن، شما رو تو بازی راه میدن. از زمانی هم که ندارید، اینکه یه وبسایتی داشته باشید، اینکه یه
لوگویی داشته باشید، اینکه یه عنوانی داشته باشید، اینا هیچ کدوم سبب نمیشه که شما بتونید به عنوان یه بازیگر سیاسی مطرح باشید و جدیتون بگیرید. خب پس میشه چی؟ میشه اینکه آقا من اگر میخوام برم تو میدون فوتبال دیگه نمیتونم مثلا عرض میکنم با کلاه و کوله پشتی و اینا برم، باید قواعد مربوط به وارد میدون بازی شدن رو رعایت بکنم، فوتبالیست باشم، نمیدونم مایچه هام قوی باشه، بازی بلد باشم، پاسکاری بلد باشم، جاگیری بلد باشم، منم بازی بدن بذارن یه جایی بتونم بازیمو بکنم. من اصلا بر سر اینه که اگر ما اینجوری به مسئله سیاسی نگاه بکنیم، یعنی یه مقداری داستانهای احساسی و عاطفی و نمیدونم اینا رو بذاریم کنار و به صورت خیلی فنی به موضوع سیاست نگاه بکنیم، داستانی میشه که آقا شما چند نفر نیرو دارید، شما چقدر آدم در داخل کشور دارید، شما چند تا رسانه در اختیار دارید، شما با چه کسانی در ارتباط هستید، شما چقدر نمیدونم دفتر و جا و مکان و اینها دارید. ایناست در عرصه سیاست برای سنجش و جدی گرفتن آدم ها، اینا هستش. چقدر پول دارید، چقدر نفر دارید، چقدر آدم دارید، چقدر پایگاه اجتماعی دارید، چقدر نیرو میتونید بسیج بکنید. همین. شما اگر اینا رو نداشته باشید در عرصه سیاست در واقع هیچ کاری، در واقع نمیدونم واسه خودتون دارید سرگرمی درست میکنید و اینها. لذا از زمانی که ما میخواییم بیایم و این ویژگی ذاتی امر سیاسی رو که عبارت است از داشتن ابزارهای قدرت، داشتن امکانات سازنده قدرت، این رو ما میخواییم داشته باشیم، میگیم خیلی خوب این قالبش چیه، ابزارش چیه، وسیلهش چیه، در چه محملی میشه این کار رو کردش. حالا اینجا یه بحث اساسی ما در عالم سیاست که برمیگرده به علوم سیاسی، برمیگرده به ادبیات سیاسی، برمیگرده به تاریخ سیاسی ایران یا جهان، یه سری واژه‌ها داریم که بیانگر یه سری از واقعیت‌ها هستن. یعنی در ورای اینکه من و شما چه تعریفی بخوایم بذاریم روش، یه واقعیت بیرونی رو معرفی می‌کنن. مثلا عرض می‌کنم ما یه چیزی داریم به اسم حزب، یه چیزی داریم به اسم جناح، یه چیزی داریم به اسم جبهه. همه اینا وقتی مراجعه میکنیم به تاریخ سیاسی جهان میبینیم که بیانگر یه سری واقعیت‌های بیرونی هن که میشه رفت دیدشون، مطالعه کرد، مصداقاش رو پیدا کرد و اینکه چگونه ماده شدن در عالم بیرونی رو پیدا کردش. زمانی که میان در مورد هموطنانمون صحبت میکنیم میبینیم که اینا فقط براشون واژه هستش. یعنی مثلا عرض میکنم الان چند تا از این بچه‌های خیلی همچین سرحال هستن در اروپا که اومدن با همدیگه فیسبوک بازی میکنن، بعد یه چیزی درست کردن به اسم جبهه. ببینید اسمشو گذاشتن جبهه، حالا میشد اسمشو بذارن جبهه، میذاشتن گروه، میذاشتن تشکیلات، میذاشتن سازمان، هرچی دلشون بخواد میتونن بذارن. برای چی؟ برای اینکه به فکر مصداقش نیستن، که به فکر واقعیتش نیستن، که خوششون اومده اسمشونو بذارن جبهه، گذاشتن جبهه. خب آیا این و دلیل بر این میشه که چیزی به اسم جبهه هم وجود داره؟ نه عزیزان، تمام بحث ما به اصطلاح با فعالان کوشندگان عزیزی مثل جناب نوری‌علا بر سر این استش که ما اگر میخواییم یه واقعیتی رو به وجود بیاریم که بتونه مؤثر باشه باید دارای قدرت باشه، و اگر بخواد دارای قدرت باشه بایستی تبلور مادی داشته باشه. نمیتونه بدون تبلور مادی، بدون نیرو، بدون امکانات، بدون پایگاه اجتماعی، بدون رسانه، بدون پول، بدون وسیله مطرح باشه در صحنه، مگر به عنوان یک نام. برای همینه که من این رو عرض میکنم، ما معمولا کلمه‌ای به اسم جبهه رو زمانی مثلا به کار میبریم، در کشورهای دیگه دارم عرض میکنم، که حیات سیاسی وجود داره یه مقدار به معنی متعارف کلمه، که چند تا حزب، چند تا تشکل سیاسی موجود دارای تاریخچه و دارای امکانات و غیر و ذالک و اینها یه هدف مشترکی رو پیدا میکنن و برای همسویی در حرکت به سوی اون هدف مشترک میان و میگن آقا چطوری که یه جبهه تشکیل بدیم، و بنابراین یه سری نیروی مادی میان در کنار هم بر اساس یک توافقی و شروع میکنن به چی؟ به قدرت نمایی کردن، به وارد صحنه شدن، این بار به عنوان یه مجموعه، به جای چهار تا حزب به عنوان یه جبهه وارد میشن. خب اینجا معنی پیدا میکنه جبهه. اما اگر معنی پیدا میکنه به خاطر یه پیش‌شرطه. پیش‌شرطش اینه که این احزاب وجود دارن، یعنی چیزی به اسم حزب قبلش شکل گرفته.
و این حزب عبارت است از عده‌ای از فعالان سیاسی که اومدن و برای خودشون، اینو من در برنامه قبل هم خدمتتون گفتم، 5 تا عنصر رو تامین کردن. 1، پایه فکری برای خودشون به وجود آوردن که کمک میکنن یه عده‌ای بیان روی اون پایه فکری سوار بشن. 2، برنامه سیاسی تدوین کردن که اجازه میده افراد بتونن ببینن از کجا میخوان حرکت بکنن و به کجا میخوان برسن، استراتژی دارن. 3، اومدن رفتن عضو گرفتن بر اساس این پایه فکری و برنامه سیاسی خودشون، علاقمندان رو جذب کردن، آموزش دادن، کادرسازی کردن، عضوگیری کردن، نیرو الان دارن، به عنوان نیروی حرفه‌ای و فنی داره کار میکنه در درون حزب. بسیار خوب. 4، رفتن به دنبال امکانات مادی، امکانات مالی، پول گیر آوردن، سرمایه گذاری کردن، اسپانسر پیدا کردن، پشتیبان پیدا کردن، همیاری مالی جلب کردن، عضویت، حق عضویت گرفتن و غیره، برای خودشون پشتیبانی مالی و مادی درست کردن. مالی یعنی پول، مادی هم یعنی تمام وسایل و امکاناتی که شما میتونید در اختیار داشته باشید برای پیش برد. و 5، به واسطه داشتن تمام اینها و به کارگیری تمام اینها، به تدریج بخشی از جامعه رو نسبت به برنامه خودشون، نسبت به کار خودشون علاقمند کردن و دارای پایگاه اجتماعی هستن. پس زمانی که ما میگیم حزب به معنی یه موجودیتیه که این 5 تا رو برای خودش تامین کرده، حالا در حد کوچیکش یا در حد خیلی بزرگش، بنا به اینکه حزب چقدر سابقه داره، چقدر موفقیت داره، در چه دوره‌ای کار خودش رو شروع کرده. ولی اگر یه مجموعه ای به صورت مشخص داره میره به سمت اینکه این 5 تا رو برای خودش تامین بکنه و تونسته حداقلی از موفقیت رو داشته باشه، بهش میگن اصطلاحاً یه حزب سیاسی، سازمان سیاسی، برخی میگن پولیتیکال اورگانایزیشن یا پولیتیکال پارتی. بسیار خوب. از زمانی که این به وجود اومد، شما با این مجموعه میتونید یک پروژه مشخص سیاسی رو دنبال بکنید. دقت بکنید، این پروژه میتونه خوب باشه، متوسط باشه، ضعیف باشه، بد باشه، عالی باشه، شانس داشته باشه، نداشته باشه، ولی حداقل اینکه شما رفتید و اون امکانات لازم و حداقل های لازم برای اجرای این پروژه یا برای حرکت در مسیر اجرای این پروژه رو فراهم کردید و الان میتونید شروع بکنید، کلید بزنید، 20 سال 50 سال دیگه ممکنه به نتیجه برسید. بسیار عالی. این کاریه که یه حزب سیاسی میکنه. حالا بیاین ببینیم اگر این کارو نخوایم انجام بدیم چه شکلی میشه. ببینید اینجا هستش نقطه افتراقی که کاری که مثلا عرض میکنم ما داریم میکنیم با جناب نوری علا و فعالیت ارزشمندی که در طول این چند سال دارن انجام میدن، این نقطه افتراقش هستش. ببینید زمانی که شما میای و میخواید از این قالب و از این الگویی که من تشریح کردم به عنوان الگوی حزب پیروی نکنید، بنا به هر دلیلی، برداشتتون اینه که این خوب نیست، مناسب نیست، شدنی نیست، خارج از کشور نباید باشه، هر دلیلی قابل احترام هستش، میان میگیم که در مقابل این چه آلترناتیوی داریم، چه جایگزینی داریم که بتونه جواب اینو بده. اینجا هستش که میبینیم چیزی زیادی تو دستمون نیست، در نتیجه مجبوریم بریم سراغ اون چیزی که من اسمشو میذارم اختراع کردن دوباره چرخ. یعنی بگردیم بر اساس روش آزمایش و خطا و ببینیم که اگر این الگوی تحزب رو نخواهیم دنبال بکنیم، الگوی دیگری هست که بشه این کار رو پیش برد یا نه. چون ببینید در مورد این که چه کار میخواهیم بکنیم که همه میدونیم، میخواهیم رژیم جمهوری اسلامی رو بذاریم کنار که بتونیم در سایه حداقلی از آزادی انتخابات برگزار بکنیم و یک ایران دموکراتیک رو شروع بکنیم به داشتن و ساختن. من دخالت بکنم؟ خواهش میکنم. عرضم به حضورت که شما کاملا درسته، یعنی که ما اختلاف نداریم با هم دیگه، اختلاف از اونجایی آغاز میشه به نظر من که همه اینایی که شما تعریف کردید، اون 5 تا اصل رو که تعریف کردی، تو قالب همون فرمت دیگری که به عنوان پولیتیکال ارگانیزیشن ازش اسبردیم تو اون جا میگیره. ولی وقتی میگیم پارتی، پارتی وقتی یه حزب شد، حزب یه سرش به کانستیتوشن یا به اساسنا قانون اساسی مربوطه، نمیتونی خارج از قانون اساسی شما حزب داشته باشی، اون میشه سازمان. نه این نیستش جناب بهبهانی عزیز. حزب کمونیست شوروی، حزب بلشویکا رفتن و انقلاب کردن که قدرت رو از دست تزار بیرون آوردن، هیچ ارتباطی هم با قانون اساسی نداشته. این نیستش. ببینید
از زمانی که ما شرط و شروطی میذاریم که با واقعیت هماهنگی نداره، این شرط و شروط فقط دست ما رو میبنده برای اینکه بتونیم بحث رو به صورت عینی و مستدل. ولی اگه سازمان باشد که همون رفتار رو خب سازمان انجام میده، یعنی این سوال رو خب خود به خود برای آدم کنزنی مثل منم حل میکنه. اگه سازمان باشه خب طبیعتاً قابل حل و فهم و هضمه، ولی وقتی گفتی هز یه قدری مشکلش میکنه، وقتی این سوال برای من ایجاد میشه. حالا من تفکیک رو بیشتر تفکیک شکل میبینم، یعنی داستان سازمان و حزب. حالا ممکنه که مثلا بخوایم مته به خشخاش بذاریم بگیم نه در علوم سیاسی حزب اینو میگن، سازمان اینو میگن، ولی واقعیت اینه ما داریم در مورد یک تشکل سیاسی صحبت میکنیم که عنوانش سرنوشتش رو تعیین نمیکنه، عنوانش موفقیتش رو تعیین نمیکنه، بلکه ساختارشه که تعیین کننده است. ما داریم در مورد ویژگی ها و خصوصیات یک ساختار صحبت میکنیم که در درون خودش موفق میشه این 5 تا خصلت رو داشته باشه و به این واسطه برای خودش وزن سیاسی به وجود میاره، قدرت داره و لذا میتونه از اون چیزی که بهش قدرت حاکمیت میگن سهم بگیره، میتونه بره قدرت حاکمیت رو به دست بگیره. من اینو میخوام عرض بکنم که زمانی که ما نمیخوایم از این الگو، حالا اسمش سازمان سیاسی یا حزب سیاسی، سر یک کلمه به قول معروف ما بحث شکلی نداریم، بحث محتوایی داریم. زمانی که نمیخوایم از این پیروی بکنیم، مجبوریم بیایم یک چیزایی رو اختراع یا ابداع بکنیم و بعد سعی بکنیم که ببینیم چجوری میتونیم با عرض کردم روش آزمایش و خطا موفق بشیم. مثلا عرض میکنم بریم از آدمهای خیلی خوب، از افراد درخواست بکنیم که آقا بیاید و به یه مجموعه ای که دارای مرامنامه هستش، دارای برنامه سیاسی و دارای اساسنامه هستش و در یک مسیر مشخص با داشتن یک نظام سلسله مراتبی تشکیلاتی حرکت میکنه، این رو نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم نه آقا، یه مجموعه باز افقی، همه میتونن بیان، هر موقع خواستن میتونن برن، با هم صحبت بکنن، مشورت بکنن، توافق برسیم، ما میخوایم یه پلتفرم به دست بیاریم و اینا. خیلی خوبه، من اصلا مخالفش نیستم، ولی میگم هیچ ارتباطی به مسئله قدرت و نظام سیاست نداره ها. یه تجمع روشنفکری هستش، یه تجمع فرهنگی با دلمشغولی، نگرانی و موضوعیت سیاسی هستش که سعی میکنه یه ارتباطی با عالم سیاست واسه خودش به وجود بیاره، ولی در عالم واقع اینطور نمیگذره. چرا نمیگذره؟ برای اینکه عناصر مورد نیاز برای داشتن قدرت رو، اون 5 تا عنصری که برشمردیم، نمیتونه برای خودش تامین بکنه. شما تا زمانی که موفق نشید یک سری از آدمها رو بیارید و در دل یک تشکیلاتی براشون آموزش تدارک ببینید، تقسیم کار بکنید، سلسله مراتب درست بکنید، تا این رو نداشته باشید نمیتونید از یه مجموعه پراکنده از آدم ها که یکی یا آقای دندانپزشکی از استرالیا داره میاد یا آقای دیگری هستش که توی کار خرید و فروش ماشین داره از اتلانتا میادش، دیگری هم پرستار بازنشسته هستش داره مثلا از نروژ میاد، اینا رو بیارید در کنار هم، بعد بگید 2 روز 3 روز با هم دیگه میشینیم صحبت میکنیم، حسابی از توش یه چیزی در میاریم که بتونه بره و در صحنه سیاسی مثلا عرض میکنم نقش آلترناتیو رو بازی بکنه. نمیشه. اگر شدنی بود باور بکنید در طول این 30 سال تلاش های ممتد و متعددی که صورت گرفتش توسط تمام عزیزانی که نیت خوبم داشتن برای این کار، یکیش گرفته بود از این موارد متعدد، یکیش با موفقیت مواجه میشد و الان دیگه ما نیاز نداشتیم که بشینیم سر این که خوبه بعد غیر و ذالک صحبت کنیم، دیگه مطمئن بودیم که خوبه، جواب داده. بنابراین تجربه رو در مقابل خودمون داریم، تجربه عملی که خودمون به دست آوردیم، تجربه مدون تاریخ سیاسی جوامع دیگر هم داریم. دیگه چه نیازی داریم به این که دوباره بخوایم بریم همین راهی رو که رفتیم و تجربه ناموفق ما و تجربه موفق دیگران داره نشون میده که دلیل موفقیت اونها این بوده که این قالب یا فرم یا تعذب رو دنبال کردن و دلیل عدم موفقیت ما این بوده که این تعذب رو دنبال نکردیم، دوباره بخوایم تلاش بکنیم که تجربهش بکنیم. من دلیلش رو واقعا از لحاظ به اصطلاح منطقی متوجه نمیشم. بنابراین داستان این که هموطنانمون
گرایش پیدا بکنن به سمت تحزب، داستان این نیستش که هیچ شکل دیگری از فعالیت وجود نداره. عرض کردم شما میتونید شاعر خوبی باشید و به اصطلاح شعرهای سیاسی بگید که مردم رو آگاه بکنه، ممکنه یه روزی هم مؤثر واقع بشه و به درد یه چیزی بخوره، مثل سرودهایی که در طول تاریخ سیاسی کشورها نقش بازی کردن به طور مثال هست. ولی بحث بر سر اینه که اگر میخواید خودتون رو، چنانچه من دیدم جناب نوری علای عزیز تاکید میکردم بر ضرورت شکل‌گیری آلترناتیو، که بر سر این نکته منم کاملا با ایشون موافقم که بایستی این آلترناتیو یا جایگزین برای داستان براندازی یا انحلال طلبی آنگونه که ایشون ازش نام میبره بتونه نقش اصلی رو ایفا بکنه. اما موضوع اینه که بر سر مسیر به اصطلاح تفاوت نظر وجود داره. به نظر من مسیری که میتونه جواب بده مسیری هستش مبتنی بر ایجاد تشکل‌هایی که هر کدوم، مهم نیستش اسمش سازمان یا حزبه، مهم نیستش که امروز به وجود اومده یا 10 سال یا 50 سال پیش به وجود اومده، اما بس بر سر هم سو شدن، نزدیک به هم شدن تشکل‌هایی هستش که قبلش رفتن و این عناصری رو که به واسطه اون میتونن اعمال قدرت بکنن، یعنی اون 5 عنصر رو برای خودشون فراهم کردن. لذا جناب بهبهانی عزیز این گونه هستش که شما اگر بتونید یه روزی در عالم دیگه فرض محال که محال نیستش، در عالم خیالی 50 تا از این تشکل‌های خارج از کشور رو بیارید در کنار هم دیگه جمعشون بکنید و تشکیل یک چیزی به اسم آلترناتیو بدید، اگر این 50 تا از نوع تشکل‌هایی باشه که این عناصر به اصطلاح اعمال قدرت یا ابزارهای قدرت رو در اختیار داشته باشن، مطمئن باشید که راه به جایی نمیبره، قابل پیش بینی هستش، تبدیل میشه به یه مجموعه‌ای که یه وبسایت خیلی قشنگ خواهد داشت، حتما یه برنامه تلویزیونی خوبم خواهد داشت، مقالات خوبی خواهد داد، کنفرانس‌های خیلی خوبی برگزار خواهد کرد، گرد همایی‌های خیلی خوبی خواهد داشت، اعضا و سخنگوهاش مصاحبه‌های خیلی خوب خواهند کرد. اما آیا از همه اینا چیزی به اسم آلترناتیوی که در صحنه جهانی و در صحنه داخلی جدی گرفته بشه، در صحنه داخلی مردم به خاطرش حاضر باشن وارد عمل بشن، فراخوان‌هاشو جواب بدن، خطر بپذیرن، هزینه بپردازن و عمل بکنن، و در صحنه خارجی هم بتونه حمایت‌های بین‌الملل رو جلب بکنه خواهد داشت؟ من عرض می‌کنم که خیر، کاملا مشخصه. برای چی؟ برای اینکه ببینید شما در ورای این برنامه تلویزیونی و وبسایتتون و اینها چی دارید به صورت مشخص که بتونید ابراز قدرت بکنید، پایگاه اجتماعیتون چقدره، با اتکا به چه نیروی اجتماعی میخواید فراخوان بدید. ببینید اینا وقتی مطرح میشه شما میبینید که نه، دست خالیه، و این خالی بودنه که سبب شده تا امروز که داریم ما هم صحبت میکنیم یا ما بحثی به اسم جایگزین که توسط یه مجموعه ساخته شده باشه رو نداشتیم، و یا جایگزین‌های متعدد انفرادی داشتیم. یعنی فلان سازمان اومده گفته آقا ما آلترناتیویم، اصلا هستیم دیگه، کسی مگه میتونه انکارش بکنه؟ این شکلی بود. ولی به صورت تجربه شده در سایر جوامع و بر اساس تاریخ مدون شده یه سایر کشورها که اومدن یه مجموعه واقعی 3 تا 4 تا تشکل با هم دیگه جمع شدن و چنین چیزی به اسم آلترناتیو رو تشکیل دادن، اینو نداشتیم. و من اجازه بدید جناب بهبهانی از 2 مثال استفاده بکنم، مثال افغانستان و مثال به اصطلاح عراق. شما میبینید در جریان تصرف افغانستان و کنار زدن طالبان، نیروهایی که موفق شدن آینده سیاسی افغانستان رو به طور عملی در دست داشته باشن، منظورم از 2001 تا الان هستش، نیروهایی بودن که در صحنه آدم داشتن، تفنگ به دست داشتن، نیروی مسلح داشتن. اونا میبینید که رفتن در این دولت ائتلافی، ایالات متحده آمریکا هم که بیشترین تفنگدار و بیشترین زور رو داشتش، رفت اون بالا آقای کارزای رو گذاشت، باقی رو بهشون گفت آقا هر کدومتون که رقمی هستید بیاید و در این مجموعه شرکت بکنید. مثلا مجاهدین به طور مثال، بازماندگان جریانی که مسعود رهبری میکردش، جریان گلبدین حکمتیار به طور مثال، جریان رستم خان به طور مثال، اینا بودن. برای چی؟ برای که اینا امکانات داشتن، نفر داشتن، نیرو داشتن، تفنگ به دست داشتن. در مورد عراق شما نگاه بکنید، نبود این سبب شدش که سالهای سال یک خلأ وحشتناک قدرت وجود داشت و در نهایت
نیرویی که موفق شد قدرت رو قبضه بکنه بعد از اینکه آمریکایی‌ها به تدریج پاشونه کشیدن بیرون، نیرویی بودش که بیشترین حمایت عملی رو از جانب نیروی بدر آموزش دیده توسط سپاه پاسداران دریافت کرده بود. منظورم میلیشیای شیعه به اصطلاح جنوب عراق هستش. خب پس اینا معیارایی که به ما داره میگه، میگه که چه بر اساس فتح و تصرف و اشغالگری باشه، چه بر اساس قانونمندی این باشه که یه نیروی از بیرون بیادش خودش رو بخواد به عنوان آلترناتیو مطرح بکنه به اصطلاح بدون اینکه کشور به حالت جنگ و غیر ازالک در بیاد، همش منوط بر این هستش که آیا این نیرو دارای قدرت عملی هست یا نه، آیا نفر داره، آیا امکانات داره، آیا پایگاه اجتماعی داره، آیا مردم به خاطرش میان تو خیابون یا نه. این به نظر من جنبندی میکنم بحثم رو، اجازه میده به ما که متوجه بشیم داستان تحزب برای ما انتخاب نیستش، یک اجبار. امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، فرار از تحزب نتیجه خودش رو نشون داده، گریز از تحزب نشون داده که ره به جایی نمیبره. ممکنه ما بتونیم مجموعه های درست بکنیم که آبرو دارن، اعتبار دارن، ادبیات خیلی خوبی رو تولید کردن و پشتوانه نظری قوی دارن، ولی ربطی به عنصر قدرت که در سیاست تنها حرف رو میزنه نداره. این رو دقت داشته باشیم. من هدفم از تاکید بر روی بحث تعصب یک چیز بیشتر نیست و اونی که ما ایرانی ها یک بار دیگه دوچار این ذهنی‌گرایی نشیم که با تشکل های خوب، با حرفای قشنگ، با اسمای زیبا، با عناوین و تیترهایی که درست میکنیم و اینها زمان رو از دست بدیم و سر به زنگا ببینیم که بار دیگه عناصر وابسته، عناصر خودفروخته، عناصر نوکر بیگانه به واسطه اینکه امکانات در اختیارشون میذارن میان و وارد صحنه میشن. امکانات یعنی قدرت، میان و قدرت رو در این جابجایی که انجام میشه به دست میگیرن و باز سر من و شمایی که حرفای خیلی خوبی داشتیم و ایده های خیلی خوبی داشتیم بیکلاه میمونیم وسط. داستان تعصب یگانه راه مقابله با ساختن آلترناتیو های بیگانه ساخته است، بیگانه تراشیده است و هموطنانی که دارن این گفتمان ما رو میشنون، بحث ما رو دارن میشنون، به نظر من جناب بهبهانی عزیز اگر خودشون رو عنصر سیاسی میدونن و هنوز در قالب حزب یا تشکل مشخصی فعالیت نمی کنن، باید بدونن که راه بهتری برای فعالیت کردن و ایجاد تغییر در ایران وجود داره و اونم پیوستن به حزبهای سیاسی موجود، حزبهای مردمی، حزبهایی که تا حدی امتحان خودشون رو پس دادن هستش و تلاش کردن برای تقویت توان اونها در جهت داشتن ابزار قدرت در صحنه سیاسی. آقا بسیار سپاسگزارم. اگر که شما به ما فرجه بدهید در جلسه آینده از آقای نوری الهام دعوت کنیم که در این بحث شرکت کنن، و چون من میدونم که در حقیقت اون چیزی که من فهم میکنم از ماجرا اینه که یک کلام است با دو ادبیات مختلف. امیدوارم بتونیم که این در حقیقت کار رو به یه نقطه برسونیم که مطلوب همگان باشد. از حضور در برنامه سپاسگزارم. پس اجازه میدیم که این کارو بکنین در جلسه بعد. بله با کمال میل حتما. بسیار خوشحالم، ممنونم از شما. تا فرصت دیگه سپاسگزارم. بنده باشید. بدون گفتگویی بود با آقای کوروش عرفانی. امیدوارم که این گفتگوها کمکی کرده باشد. اگر این برنامه مورد توجه شما هست، اصرار لطف کنید که لینک برنامه را از طریق فیسبوک و توییتر و گوگل پلاس، احیانا اگر ایمیل لیست بلند بالا داری، اکانتی در بالاترین داری، وبلاگ و وبسایتی داری، برای سایرینم بفرستید، بذارید که این بحثا بچرخد. از عزیزانی که زنگ زدید خواهش میکنم که روی مطالبی که بیان میشه دقت کنید، فکر کنید، عجله نکنید. هیچ چیز نیست، اینجا همیشه فرصت هست برای طرح سوال، ولی سوالاتی بکنید که یه قدری به موضوع بحث مرتبط باشد. ازتون ممنونم. تا فرصت دیگر به فیسبوک ما بیاید. آدرس فیسبوک ما از facebook.com/mihantv عددی. ممنونم. تا فردایی بهتر. مرسی.